صحبت کردیم، مطالبی در مورد عضلات گردن گفتیم، نحوه تشکیل مثلث‌های گردنی رو هم صحبت کردیم. خدمت شما عرض کنم که کمی کامل کمی در مورد نحوه تشکیل شبکه عضلات گردنی یا سرویکال فلکسوس صحبت کردیم. عافیت بشه. خدمت شما عرض کنم که این جلسه چیزایی که ما می‌خوام در مورد صحبت کنم، انشاءالله که برسیم، مقصد که جلسه پیش نرسیدیم بگیم، می‌خواستم جلسه پیش بگم در مورد صحبت کنم، نوع فیشیاهایی که تو گردن وجود داره، یه خورده گردن فیشیاها و این خدمت شما هست که اون فیشیاهایی که تو گردن وجود داره خاص را در مورد صحبت می‌کنم. این جلسه می‌خوام در مورد بعد از این جلسه فیشیاها صحبت کردیم، در مورد خون رسانی گردن صحبت کنیم، در مورد درناژ وریدی صحبت کنیم و اگر بخشید که انشاءالله وقت میشود تو انتهاش هم در مورد بقیه اعصاب که تو گردن وجود دارن با شما صحبت کنم، مثلا اعصاب حسی سردی که وجود داره. برای اینکه شروع کنیم بحث رو در مورد گردن با هم صحبت کنیم، خدمت شما عرض کنم که من میخوام در مورد فیشیای گردن با شما صحبت کنم، در مورد فیشیایی که تو گردن ما داریم. خب ما فیشیایی که تو گردن داریم مثل بقیه نقاط، ما یک فیشیای سطحی داریم که فیشیای سطحی دقیقاً وقتی ما پوست رو برداریم میرسیم به فیشیای سطحی، که فیشیای سطحی همون گونه که میدونید یک بافتی پر از سلول‌های چیه؟ چربیه، پر از سلول‌های چربیه. و شاخصه‌ای که فیشیای سطحی تو گردن بود داره حدود یک عضله یک جلسه چند متر گفتم اینا عضله چی؟ پلاتیسما، عضله پلاتیسما که گفتم دو طرف از فک‌ها مبدا میگیره، از این قسمت تحتانی مندیبل مبدا میگیره میاد پایین تو فیشیای توراکس خاتمه پیدا میکنه. کاربردهای زیادی داره، گفتم توی کشیدن مندیبل به سمت پایین تو آقایون یک کاربرد خاص داره. اگه کسی کنسی گفت من چیه تو آقایون یک کاربرد خاص تو آقایون وجود داره. دقیقا موقعی که دارن شیبین انجام میدن خوراک این عضله پلاتیسما هست که دارن ازش استفاده میکنن. مرسی، مرسی، عضله پلاتیسما ازش استفاده دارن. من الان میخوام یک برشی، خدمت شما عرض کنم که در ساعت 36 من الان میخوام شروع کنم با هم یک برشی در حد موقعی 36 از خدمت شما عرض کنم که گردن رو بزنم، یک عرقی بردارم در حد برش در حد موقعی 36 این برش رو بزنم، این خود کت شد موقعش برم بالاتر و بعد شروع کنم در مورد فیشیاها با هم صحبت کنم که نحوه قرارگیری فیشیاها به چه صورت است. در حد مهره 36 یا 37 حالا میایم پایین تر، 37 به نظر من مناسب تره. در حد مهره 37 من وقتی برش بخوام بزنم خلفی ترین ساختاری که من میتونم ببینم چیه؟ مهره است دیگه. مهره چیه؟ 37 است. مهره 37 است. من بیارم مهره بالاتر صحبت کنم. یک بادی مهره داریم، دقیقاً یک بادی مهره داریم، بعد یک زایده چی داریم؟ زایده خالی داریم، دو تا زایده چی؟ عرضی داریم، دو تا پدیکل داریم، دو تا هم چی داریم؟ ترانسفرس پروسس داریم. شاخصه که تو مهره های گردنی وجود داره چیه؟ زایده خالیشون چیه؟ شاخه ما تو سیاه به این صورت نیست، من هم اینجا هم نکشیدم. دوم وجود چی؟ سوراخی توی ریشه زایده عرضی هست، سوراخی توی ریشه زایده عرضی هست. حالا من کاری با اینجا هم. خب اگر من همینجا این مهره رو کشیدم، خدمت شما عرض کنم که از دو طرف زواید خالی مهره ها یک عضله مبدا میگیره تو خلف. این عضله که تو خلف هست چه عضله؟ من دوباره این عضله چی اینجا؟ اگه گفتی چه عضله من رو دارم میشنم؟ عضله ترابزوئیس. آفرین، عضله ترابزوئیس تو دو طرف وجود داره. عضله چی هست؟ ترابزوئیس وجود داره. عضله ترابزوئیس بفهم، عضله ترابزوئیس وجود داره. اگر من بیام دو طرف تو گدام تو دو طرف بالا ببینم، از این برش ببینم، بعد دو تا عضلات چی ببینم؟ اسی رو میبینم که از بالا عضلات اسی هم یک برش عرضی ازش خورده. عضلات اسی هم و اسی هم مخفره چه بچه ها؟ استرنو کلایدو مستوید یک عضل اسی هم این طرف یه عضل اسی هم طرف مقابل. بچه ها میبینید اونهایی که من قبل هستم میبینن اینا عضل اسی هم طرف مقابل. بیرون برده حتی اینا وسط میفتن
چون عضله استیما اگر توجه کنید تو قسمت‌های فوقانیش لترال‌تر هست، مرکز که میاد به سمت مرکز سر ما ایسی ما که گوشه درست بودن توی ناحیه وسط تر میاد، چون ناحیه سی شیش هست میخواد بیاد به کلویکل و استرنوم و بشود عضله استیما یه طرف هست، این هم عضله استیما طرف مقابل. خب پشت استیما که من بیام عضلات چی رو دارم؟ اون ناحیه عضلات اینفرا هایایت هستن، عضلات اینفرا هایایت میبینم دیگه پشت استیما، ولی استیما که اینجا گوشه سلم برم پشت استیما عضلات اینفرا هایایت هستن. در حد مهره 37 کدوم یک از عضلات اینفرا هایایت میگن؟ عضلات دقیقاً عضله استنو هایایت، عضله استنو هایایت تو دو طرف توی سطح میبینم، عضله کوچیک توی سطح میبینم، دو طرف سطحی‌تر هست، درسته؟ عضله استنو هایایت هست دقیقاً. بیام وسط‌تر یه عضله میبینم اینا، عضله استنو چی پشتون عضله استنو استنو تایروید، عضله تایروهایید ما میتونم ببینم اینجا؟ نه بالاتر هست، عضله تایروهایید بالاتر هست. تو خارج یه عضله من میتونم ببینم، این عضله چیه؟ اومو هایید، اومو هایید هست، عضله اومو هایید هست. نات برم تا اینجا این عضله. خب این عضله رو که من ببینم بیام پشتش باید یه ساختاری برش میکنم چی؟ قده تیروید، قده تیروید اینجا قده تیروید من برش میکنم، قده تیروید برش میخوره. حله اون قده چیه؟ تایروید هست یا قده تیروید هست. اینجا قده تیروید برش میخوره. خب اینم از قده تیروید. خب دقیقاً قده تیروید خدمت شما عرض کنم که داخل چه ساختاری قرار داره؟ برونش یا چی؟ نای هست. نای قسمت قدامش کاملا چیه؟ یک حلقه است که به صورت چیه؟ وظروفیه. و این پشتش چیه؟ بافته چیه؟ عضلات و بافت همبند هست، عضلات و بافت همبند هست که نای هست. پشت نای چه ساختاری قرار داره؟ به من بگید پشت نای چه ساختاری قرار داره؟ ازوفاگوس، ازوفاگوس یا معری هست، داره شکل مونتاره کامل میشه، ازوفاگوس یا معری هست، ازوفاگوس یا معری هست. دیگه چه ساختاری من میتونم ببینم؟ دقیقاً کاروتید شیت هست یا غلاف کاروتید هست. یه ساختاری وجود داره به نام غلاف کاروتید. این ساخت اینجا دو طرف وجود دارد، این غلاف کاروتید توی دو طرف وجود دارد، این غلاف کاروتید هست که داخل غلاف کاروتید اگر من میخوام درست بکشم تو سمت داخلش یه غلاف هست، یک شیت هست، یک شیت هست. الان دارو در مورد صحبت میکنیم. داخلش یک ساختاری وجود دارد به نام شریان چی؟ کامون کاروتید. تو این ناحیه کامون کاروتید، چون میدونیم غلاف کاروتید هم کامون کاروتید هست هم کاروتید داخلی هست. توی ناحیه کامون کاروتید هست یا کاروتید داخلی هست؟ کامون کاروتید هست. کاروتید وقتی میاد بالا به دو قسمت تبدیل میشه، بای فورکشن اتفاق میفته، کاروتید داخلی و کاروتید خارجی. کاروتید داخلی هیچ شاخه‌ای تو گردن نداره، میره بالا مغز خون رسانی میکنه، کاروتید خارجی شروع میکنه خون رسانی میکنه. محل بای فورکشن کجاست؟ کنار فوقانی غضروف تایروئید. آناتومی ساعتی یکی از مهمترین آناتومی هاست. غضروف کنار فوقانی غضروف تیروئید همسر کدام یکی از مهرهای گردنیه؟ بلند C4. چون کرایکوئید کدوم غضروف بود؟ کرایکوئید که خیلی مهم هست C6 هست، کرایکوئید C6 هست، C4 هست. بس ما اینجا در حد چی پایین تر هستیم. بس در نتیجه خدمت شما عرض کنم که کامن کاروتید رو ببینید. کامن کاروتید توی دو طرف داخل هست. خارجش چی قرار داره؟ ورید جاگولار داخلی. آفرین، ورید جاگولار داخلی هست. و پشت اینا یه عصب زیبا، یه عصب زیبا داره طی مسیر میکنه. اسم این عصب چیه؟ بین اینها بود. عصب واکت. عصب واکت. من یه عصب دیگه هم اینجا بکشم براتون. یه عصب دیگه هم میکشم که خیلی عصب زیبایی. قبلا خوندید اینو توی تنفس اینا خوندید. نه فرنک اون جلوه. من فرنک اینجا کاری باید نداره. عصب ریکاردین لارنجا. یه عصب بین کجا؟ بین اون نافذانی که بین مری و نای بود دقیقا. اون خدمت چون اگر ما دو تا لوله داشتیم جلوی یه میشد چی؟ نای پشتی چی میشد مری. این وسط ریکاردین لارنجا رو میرم به سمت بالا. از واگ مبدن گرد ریکاردین هستن میرم به سمت بالا. خب دیگه شکلمون چه چیزایی دیگه کامل دارید کامل بشه که بعد بیاییم فشار رو صحبت کنیم. خب این مهره هم که وقتی وجود دارن یه سری عضلات اطراف مهره ها وجود دارن. یه سری عضلات کجا هستن؟ یه سری عضلات اون پشت هستن، یه عضلات چی؟ پارا ورتبرا. عضلات چی هنگی نمینا چه عضلاتی هستن؟ اگه گفتی عضلات الکتروسکلی که الان من نمیخوام جزئیات شو بگم. تو قدام مهره هم یه سری عضلات وجود داره. مثلا یه سری عضلاتی تو گردن، حالا توی مثلث خلفی گردن که ان شاء الله جلسه بعد در موردش کامل صحبت کنیم، یه سری عضلاتی هست به نام لونگوس
کولی، لونگوس کولی، عضله دراز گردنی اینجا هست. لونگوس کولی عضله دراز گردنی که اینجا هست. در واقع اینو میخوام بگم کنار مهره عضلات زیادی هست. من این سری عضلات هم اطراف زوایای ارضی میکشن. این سری عضلات هم اطراف زوایای ارضی میکشن. کسی اگر گفت این عضلات چیه؟ دقیقاً اسکالنا هستن. آنتریور اسکالن، میدل اسکالن و پوستریور اسکالن. یه عضله دیگه اینجا هم مبدا میگیره. گفتی چه عضله‌ایه؟ لواتور اسکاپولا، لواتور اسکاپولا، هست، لواتور اسکاپولا. خب من اگر یک برشی الان شروع کردم زدن، تقریبا دیگه شکل اون کامل شد. یک برشی در حد سیشی شروع کردم زدن، من این ساختارها رو می‌بینم. این نحوه قرارگیری ساختارها تو گردن به این سادگی نیست که یک فشیای سطحی باشه، یک فشیای عمقی باشه. ابتدا خارج همینا چی وجود داره؟ پوست. من اینجا پوست نمی‌شه. پوستو که برداریم میرسیم به فیشه به نام فیشه سردی. که این فیشه سردی خصوصیتی که داره تو قسمت‌های آنتریور لترالش یک عضله وجود داره به نام عضله چی؟ پلاتیسما. عضله چی؟ پلاتیسما. عضله پلاتیسما. خب این میشه فیشه سردی. اما فیشه عمقی رو که من بردارم، فیشه عمقی رو که من بردارم، مثل یه سری تو کتاب‌های خیلی واژه جالب استفاده کنیم، مثل این جوراب‌های ساقدار، ساق بلند، درسته؟ این ساختارهایی که من میگم فشایشی از قاعده جمجمه تا تراکس به این صورت این ساختارها رو در بر گرفته و باعث میشه گردن ما یک تیکه بتونه ساق باشه. وجود همین فشایی هست. اگر شما جانداران دیگر نگاه کنید، مثلا مثل چه میدونم، مثلا مثال بدونید، مثل گاه دیدید قب قب دارن، گردنشون چی؟ کشیده است، افتاده است، به خاطر اینکه این ساختار فیشیایی رو ندارن. ولی تو انسان به این صورت نیست، به خاطر این ساختارهای فیشیایی پیوسته که وجود داره. البته این نقص مادرزادی حالا در صحبت میکنید، ما قبقب یا دبل چین هم بهش میگن، دبل چین به خاطر چاقی بیش از حد هم هست تو ناحیه سابمنتال. سابمنتال وقتی چربی زیاد ذخیره میشه، اینم اتفاقه. من دارم از لحاظ مادرزادی و فیشیار میگم، مشکلی که تو فیشیا وجود داره وجود این فیشیا. خب اما فیشای عمقی چهار تیکه میشه که حالا دونه دونه من اینجا خدمتتون نشون میدم. یک، فیشای اینوستینگ یا فیشای پوشاننده. اولین فیشایی که میخوام در موردش صحبت کنم فیشای چیه؟ یک، فیشای اینوستینگ یا فیشای پوشاننده. فیشای اینوستینگ فیشایی که کل ساختارهای گردن جزء فشای عمقیه. اینا که دارم براتون میگم جزء فشای عمقیه، کل ساختارهای گردن رو پوشونده. این فشا به چه صورته؟ این فشا از خلف از روی بوده ما قسمت خلفی گردن، یک رباتی روی زوایای خالی مهرهای گردنی داره. اسم این ربات چیه؟ ربات نوکال یا ربات چی؟ پسی گردنی، درسته؟ که بعد میاد در انتهاش میشه چی؟ C7. این فیشیا از دو طرف از این ربات مبدا میگیره، میاد میرسه به عضله چی؟ به عضله ترابزوئید. به عضله ترابزوئید که میشه دو قسمت چی؟ یه قسمتش آنتریور جلوی عضله ترابزوئید میشه، یه قسمت از چی؟ از خلفه. یعنی یه جوری به عضله ترابزوئید میرسه، عضله ترابزوئید چیکار میکنه؟ در بر میگیره. عضله ترابزوئید رو در بر میگیره. بعد از عضله ترابزوئید میان تو جلو با هم دوباره چی؟ یکی میشن. ادامه پیدا میکنه، میاد میگه سقف مثلث خلفی گردن رو میپوشونه تا برسه به عضله SCM. تا برسه به عضله SCM. بس چی شد؟ از این ربات پس گردنی تو زوایای خالی مبدا میگیره، میاد میرسه به عضله ترابزوئید. تو عضله ترابزوئیدش که میشه یه قسمت خودمون میشه خلفی، عضله ترابزوئید در بر میگیره، میاد سقف مثلث خلفی رو میپوشونه. اگر یادتون باشه اینجا الان چیه؟ مثلث خلفی دیگه. من تو مثلث‌ها اگر یادتون باشه بحث کردم، گفتم مثلث خلفی به گونه ای که قاعدش پایین، رأسش کجا؟ بالاست. در نتیجه من قسمت‌های تحتانی اگر برش بزنم بیشتر مثلث خلفی میبینم یا بادامی خلفی. اینجا داریم همچین چیزی میبینیم دیگه. مثلث بادامی نگاه کنید چقدر. ولی تو قسمت‌های فوقانی اگر برش بزنم بیشتر مثلث خلفی رو میبینم یا بادامی؟ بادامی رو میبینم، چه بادامی قاعدش به سمت بالاست. میرسه به عضله SCM. به عضله SCM که میرسه دوباره یه لایه بادامی میشه و یک لایه خلفی. بادامی میشه و یک لایه خلفی. و میاد با طرف مقابل یکی میشه. دوباره این سمت هم با هم بکشیم، به عضله ترابزوئید میرسه. یکی از قدام عضله ترابزوئید میاد، یکی از خلف عضله ترابزوئید میاد. میاد به عضله چی؟
SCM عضله SCM رو در بر میگیریم و میاد و این یکی میشه. معمولا این فیشیا فیشه اینوستینگ وقتی که میاد فیشه اینوستینگ عضلات اینفراهایید هم چکار میکنه؟ در بر میگیرد. عضلات اینفراهایید هم در بر میگیره. عضلات اینفراهایید هم در بر میگیره. حتی تو رفرنس های مختلف چیزهای مختلف گفته، ولی حالا تو گری فور استیودنت چون به این صورت گفته ما میگیم عضلات اینفراهایید ما اینو میگم. چون تو کتاب من هم سه تا کتاب ناگرم تو کتاب چوبازی ها گفته که یه فیشه دیگه از یاده در پرسر کرار هست پیشنهایی هست، ولی تو اینجا گفته که همین از ما همین هم صحبت. بس در کل قسمت خارج اینا خیلی فیشه های محکمی هستن، خیلی فیشه های تایت محکمه. در خارج در بر میگیره. خب بس این چی شد؟ فیشه های اینوستینگ شد. دومین فیشه هایی که میخوام صحبت کنم فیشه هایی هست به نام فیشه های پرورتبرال. فیشه های چی؟ دو پرورتبرال. فارسی چی میشه؟ پیش مهره. فیشه های پیش مهره. با چه رنگی بکشن؟ با رنگ سرد میکشن. فیشه های پرورتبرال جاش مشخصه. میاد مهره ها و کلیه عضلاتی که اهم از قدام و خلف مهره ها وجود دارن در بر میگیره. بهش میگن فیشه چی؟ پره ورتبرال. این فیشه چیه؟ پره ورتبرال هست. فیشه پره ورتبرال هست. و دومایی فیشه هایی که تو باید؟ جلو مهره. پره. پارانه. پره. پره. چی؟ جلو مهره. پره. پارا میشه اطراف. پره میشه چی؟ جلو. جلو مهره. فیشای بعدی که من میخوام در موردش صحبت کنم با رنگ آبی هم من میخوام بکشم، با رنگ آبی رو بکشم. فیشایی از بنا فیشای پر تراکرال یعنی فیشای پیش نایی. فیشای پیش نایی کلیه احشای گردن در بر گیرن. احشای گردن چیه؟ نایه قده تیروئید هست و چی؟ مری هست. بس فیشای بعدی چی شد؟ پر آر. یعنی چی؟ فیشای جلو نایی. خب آبی میکشن اینها. این فیشا دقیقاً این فیشا این ساختارها رو چیکار میکنه؟ در بر میگیره و این کل فیشا ها رو در بر میگیره. اما فیشای آخر که من همونجا کشیدم، اما فیشای آخر فیشای چی؟ فیشای کاروتید هست. یا بهش میگن فیشای کاروتید یا کاروتید شیت. بهش میگن غلاف کاروتید. بیشتر فیشا دیگه بهش نمیگن. بهش میگن غلاف کاروتید. غلاف کاروتید. کاروتید شیت. این کاروتید شیت ها هستن. این کاروتید شیت ها هستن. این کاروتید شیت ها هستن که وجود دارن. به خاطر همینه، به خاطر همینه اگر تو گردن اگر توجه کنید یک دیژنی باشه، یک عفونتی تو گردن باشه، معمولا به راحتی گسترش به نواحی مختلف نمیکنه. طرف میبینه یک جای گردنش زده به سمت بیرون. چون این فیشیا به صورت محکم خدمت شما عرض کنم که این کمپارتمنت ها رو از هم دیگه جدا کردن. فقط از سه ناحیه، از سه ناحیه میتونه عفونت ها و خدمت التهاب ها گسترش پیدا کنه به سمت تراک. این نحوه کمپارتمنتی فیشیا باعث میشه سه ناحیه به وجود بیاد، سه ناحیه به وجود بیاد تو ناحیه گردن که با هم صحبت میکنیم. اول از همه این فیشای خلفی نام گذاری کردن. این فیشایی که دقیقاً این فیشای پرتراکرار قسمت خدمت شما عرض کنم که خلفیشن اینجا با چه رنگی بکشم میکنه که قرمز بشه اینجا. این قسمت این تیکه یعنی دقیقاً اون قسمت فیشای پرتراکرار که جلوی کدوم فیشا قرار داره؟ پره ورتبرال وجود داره. به این چی میگن؟ بوکو فارنجیال. بوکو فارنجیال چی؟ فیشیا. فیشیای بوکوفارنجیال. بوکوفارنجیال این فضایی که بین بوکوفارنجیال ممبرین اینجا و فیشیای پرفرتبرال ایجاد میشه بهش میگن فضای چی؟ رترو فارنجیال. فضای رترو فارنجیال. رترو یعنی چی؟ پشت حلقه. رترو فارنجیال. اگر عفونتی التهابی تو فضای رترو فارنجیال وجود داشته باشد میتواند به سمت پایین گسترش پیدا کنه و انتقال رو پیدا کنه به سمت میدیاسینوم خلفی. به سمت میدیاسینوم خلفی تا میدیاسینوم خلفی دیگه. یه فیشیای وجود داره، یه فیشیای وجود داره به نام یه از این فیشیا نیست. اینجا میگن رترو فارنجیال اسپیس. فضای رترو فارنجیال. یه اسپیس دیگری وجود داره این ناحیه است. یعنی چی؟ بین اینوستینگ لایه خلفی اینوستینگ و لایه قدامی چی؟ پره ترکرار. بهش چی میگن؟ فضای پری ترکرار یا همون فضای پری ترا
استراحت، یعنی فضای جلو نایه. اگر عفونت ها توی این نایه وجود داشته باشن میتونه انتقال پیدا کنن به سمت مدیاستینوم فوقانی، به سمت مدیاستینوم فوقانی. مدیاستینوم فوقانی قدامی میانی خلطی همه میدونن چیه دیگه، اوکی؟ مشکلی نداره. سومین فضایی که وجود داره، سومین فضایی که وجود داره این ناحیه است. یک فضایی بهش میگن تری اسپیس، نامگذاری خاصی هم نکردن. این تری اسپیس بین کجاست؟ اون قسمت از فشای پریورتبرال که جلوی زوائد عرضی مهره رو پوشونده با کجا؟ با قسمت‌های فوقانیش اینجوری این فضا ها. درسته؟ جلوی زوائد عرضی مهره. بیشترین جایی که میتونه عفونت‌ها گسترش پیدا کنه تو این ناحیه است. این میتونه از طریق مدیاستینوم خلفی حتی تا دیافراگم هم عفونت‌ها گسترش پیدا بکنن. این شد فشه‌های گردن. سریع سیکس میخوام یه بار دیگه بگم، جمع‌بندی کنم، برم در مورد خونرسانی و شهید ها صحبت کنم. یک، ما گردن فشه‌های سطحی داریم که از روی پلاتیسما هست. فشه‌های عمودی چهار تیکه میشه، این وستینگ، پریورتبرال، پریورتبرال و کاروتیدچی. این وستینگ فشه‌هایی که کل ساختار گردن از بیرون پوشونده، به گونه ای که از ربات پس گردنی کشیده میشه و زایده خارجی مهره هفتم کشیده میشه، در بر میگیره، ابتدا عضله ترابزوئیس و بعد میاد دوباره یکی میشه عضله سینو و همچنین عضلات چی؟ اینفرا پایوریتو. پریترکرار یا پیشنایی کلیه احشا رو در بر میگیره، پرورترگار مهره ها و عضلات که اطراف مهره ها هستن در بر میگیره، کاروتید هم که اطراف کاروتید رو در بر میگیره. این فیشه ها شد. منتها یه فیشه هم گفتم نامگذاری میکنن، تو کتاب خیلی بد گفته، چیز خاصی نیست. به نام فوکو پارنجال فیشه ها، فوکو پارنجال فیشه ها گفتم فیشه های خلفی چیه؟ همون پری ترکرار هست. سه تا اسپیس ایجاد میشه، سه تا فضا ایجاد میکنن اینا. فضای پری ترکرار، فضای رترو فارنجیال و این هم فضای سوم نامگذاری خاصی نکردن. از اینجا عفونت ها انتقال پیدا میکنه از طریق مدیاستینوم فوقانی. ببینید ما میدونیم دیگه، چه بخواد مدیاستینوم قدامی بره چه میانی خلفی، حتما باید از مدیاستینوم فوقانی عبور کنه، چون مدیاستینوم فوقانی مشترکه دیگه. از طریق مدیاستینوم فوقانی میرود به سمت مدیاستینوم قدامی، توی اینجا رتروفارنجیال میرود به سمت مدیاستینوم خلفی و این جلوی زوائد عرضی حتی کشیده میشه تا دیافراگم. کسی اگر سوال داره بفرمایید، در این باید مفصل بعدی بشیم. سوال ندارید؟ خونرسانی رو بگیم اول یا میخوام سلف سرویسی بهتون درست کنم؟ اول خونرسانی رو برید. شریان، شریان اول بگیم. خب بریم اول شریان خواستون. همین الان اومدید که سرعت چی برم کم داریم؟ حجم چی؟ چند کیلو؟ چند متر مکعب درست دادن؟ یه منفی به این آقام یه رو شروع کرد من از این اول یه سری مقدمات چه بگیم بعد یه چند دارست. ما شریان هایی که خدمت شما عرض کنم که به ناحیه گردن و صورت خونرسانی میکنه، شریانی از نام شریان کاروتید خارجی یا اکسترنال کاروتید. اولش بریم ببینیم منبع اکسترنال کاروتید کجاست. از قوس آورد، اگر من یه تصویر شماتیکی من میخوام بکشم، یه تصویر شماتیکی من میخوام بکشم، اینا چی هست؟ خدمت مونوبلیوم هست، درسته؟ اینجا هم چی؟ استخوانه چی بودیم؟ کلاویکل هست. استخوانه کلاویکل هست. ما یک قوسی داریم به نام قوس آورد. قوس چی؟ آورد. این قوس آورد خدمت شما عرض کنم که تونایی توراکس وجود دارد. این که من الان میکنم این ساختار پشت آم پشت این ساختار هم من برای مفهوم بیشتر به این صورت کشیدم برای ما چی؟ قوس آورد. قوس آورد ما آورد اگر داریم، یه آورد سعودی داریم، یه قوس آورد داریم، یه آورد نزولی داریم. آورد سعودی تنها شریان های شاخ های برنچ هایی که داره چیه؟ کورونری هست. بس شریان های چیه؟ کورونری. که خونرسانی چیه برده داره؟ قلب. اما خدمت شما امومیه بده جوکر میدید. اما خدمت شما ارز کنم که این قوس آورد سه تا شاخه داره. اولا که شیفت شریانی بیا با اون اول آناتومی که بارها بهتون گفتم، شیفت شریانی به سمت چی؟ چپه. در چه دسترسی به سمت عناصر چپ برای آورد راحت تر است.
و تو سمت چپ و تو سمت چپ دو تا شریان از آورد جدا میشه. یه شریان به نام چه شریان چی؟ کامن کاروتید که به سمت چی میره؟ به سمت سر و گردن. به سمت سر و گردن. و یک شریان به نام شریان چی؟ ساب کلاویان که به سمت اندام فوقانی میره که بحث اینجا نیست. اما تو سمت راست، یک شریان مشترکی، یک تنین مشترکی ابتدا جدا میشه به نام شریان چی؟ براکیو سفالیک. براکیو سفالیک اصلا ناموزاییش هم همینه. براکیو یعنی چی؟ دست. سفالیک هم که مغزی سری. شریان مغزی، مغزی بازویی. مغزی بازویی. براکیو یعنی بازو. این تنین مشترک، میاد تا کجا؟ این تنین مشترک میاد تا کجا؟ دقیقاً تا پشت مفصل استرنو کلاویکولار. دقیقاً محل جدا شدن کامن کاروتید پشت مفصل استرنو کلاویکولار هست. اینجا دو تا شاخه میشه. یه شاخه میاد بالا به سمت چی؟ بالا بهش میگن کامن کاروتید. یه دونه میاد به سمت راست بهش میگن چی؟ ساب کلاویان. ساب کلاویان. این از حله؟ حله؟ این از اینجا. پس دو تا شریان میاد به سمت بالا بهش میگن کامن کاروتید. کامن کاروتید راست، کامن کاروتید چپ. بعدو یه مشکلی که وجود داره، ما اینجا آناتومی درس میدیم تو کلینیک بیشتر خدمت شما هست، من واژه ها رو دیگه نمیگن کامن کاروتید راست، کامن کاروتید چپ. بعد یه سری واژه ها میگن دانشجو میمونن این دانشجو میگن که سی سی ای اش گرفته دانشجو. چیه این؟ من اصلا این شریان نخوندم استاد. اینا مخفف میگن مثلا کامن کاروتید چی میگن؟ سی سی ای. کامن کاروتید مثلا رایت سی سی ای، لفت سی سی ای. اینا چیزای خاصی نیست. اونا دیگه هیچ موقع من نیدم مثلا یه جراح قلب عروق بگه کامن کاروتید سمت راستش گرفته، میگه سی سی ای. میگن چی؟ سی سی ای. یا مثلا آی سی ای، اینترنال کاروتید آرتری. آی رایت آر آر سی ای. درسته؟ خب این از اینجا. اما اینا میان بالا، من خودم ایشون چرت و پرتشون که چون کامپیوتر سافتوری بکشن به نام چی؟ فولزوف رکلام شما هستم. ما یه ساختار اینجا داریم به نام ساختار چی؟ چیه؟ اگر گفتید این؟ تیروئید هست. آفرین. ساختار چی؟ تیروئید. تا لبه فوقانی تیروئید میان، تا لبه فوقانی تیروئید که میرسن دو تا ساختار میشن. یه دونه میشه کاروتید چی؟ اینترنال کاروتید. یه دونه چی میشه؟ اکسترنال کاروتید. یه دونه چی میشه؟ اکسترنال کاروتید. یه دونه چی میشه؟ اکسترنال کاروتید. این ساختار رو بکشن که سینوس کار آره میخوام همون سینوس کارونید رو اینجا بکشن، چون قسمتش هم تو کامون کاروتید و سینوس کاروتید قسمتش هم تو چی؟ کامون کاروتید. میشه چی؟ کاروتید داخلی و کاروتید خارجی. کاروتید داخلی و کاروتید خارجی دقیقا در موازات چی؟ کنار فوقانی غضروف تایروئید. همسر کدوم مهره؟ سی چهار. سی چهار. کنار فوقانیش همسر مهره سی چهار هست. اینجا یه غضروفی هست من یه شاخهای ترتنی را خواستم غضروف کراکولید که همسر مهره سی چهار. پس تا اینجا میاد کامون کاروتید های شاخهی دارد یا نه؟ کامون کاروتید هیچ شاخهی شریانی ندارد. کامون کاروتید هیچ شاخهی ندارد. این کاروتید داخلی، اول یه توضیح در مورد کاروتید داخلی بدم، بعد تو شکل بعدی کاروتید خارجی و شاخه‌هاش در موردش صحبت می‌کنیم که 8 تا شاخه مهم داره که خونرسانی سرگردان و برهده داره. خیلی خیلی ساده است، خیلی ساده است. این کاروتید داخلی اگر توجه کنید تو قسمت ابتداییش، ما یک اتصالی رو می‌بینیم تو قسمت ابتدایی کاروتید داخلی و همچنین مقداری از کامون کاروتید. مقداری از چی؟ کامون کاروتید. بهش میگن سینوس کاروتید. و همچنین محل بایفورکیشن اینا یا دوچاخ شدن اینا یک تجمع سلولی می‌بینیم، یه سری سلول خاصی اینجا می‌بینیم که بهش میگن کاروتید بادی یا جسم کاروتید. اینا وارسو رسپتور نیستن، اینا کمرسپتور هستن. جفت اینا ساختارهایی هستن که تمایز پیدا کردن برای چی؟ برای کنترل فشار خون. برای کنترل چی؟ فشار خون افراد. جزء خدمت شما عرض کنم که اعصاب اتونوم هستن. جزء اعصاب اتونوم هستن. مثلا تفاوتی که اینا با هم دارن این سینوس کاروتید، بارو رسپتور هست، اما این جسم کاروتید کمو رسپتور هست. کمو رسپتور هست.
فارسی چی میشه؟ بار رسپتور چی معنی داره؟ جفتش هم گیرنده فشار هستن. این فشارهای مکانیکی، ببین فیزیکی، بار رسپتور فیزیکی هست میشین. این میدونی بخاطر چیه؟ وقتی اینجا طولایی ما میدونیم دیواری قسمت اعظم شریان ها دیوارش چی هست؟ باف باز کردیم، عضلانی هست دیگه. اینجا تو اینجا خدمت شما عرض کنم که مقدار عضلاتش چیه؟ کم هست. اینجا عصبی میاد به نام عصب زوجه چند؟ نه 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 اینجا نو هست خب؟ ولی جسم کاروتی نو هست و ده هم اینجا میاد. جسم کاروتی ده هست. جسم کاروتی عصب زوجه ده هم هست. ده هم هست. اینجا چی؟ نو هست. نو اینجا نو هست. نه چی؟ نه کجا گفته نو؟ نه حالا با هم باید دوباره چی؟ اوکی فیلن یاد بگیرید. من این اتیان دارم با هم بگیرید. سینوس کاروتی، سینوس کاروتی نو هست. عصب زوجه عصب نو هست. خدمت شما عرض کنم که جسم کاروتی 9 و 10 هست. این خدمت شما عرض کنم که به فشار بالا حساسه. این به میزان بالای اردو به تغییرات اردو و سودو، یعنی به تغییرات شیمیایی وابسته است. یعنی میزان اردو پایین باشه چیکار میکنه؟ تحریک میشه، میره از طریق عصب زوجه 10 باعث میشه چی میشه؟ تاکیکاردی میشه. باعث چی میشه؟ ضربان قلب افزایش بده. موقعی که پایین، موقعی که فشار خون وقتی بالا باشه، فشار خون بالا باشه، تحریک این ناحیه زیاد میشه یا نه؟ کم زیاد میشه. از طریق عصب زوجه 10، از طریق عصب زوجه 9 میره بالا، از طریق عصب زوجه 10 میگه چیکار کن؟ برادیکاردی انجام میده. توی ورزش‌های رزمی اگر توجه کردید، یکی از حرکاتی که انجام میدن خدمت شما راست میگم، تا خالی بندی ها، ولی خب اشتباه نیست. طرف میگه یه اینتری میزنن تو گردنش، طرف چی میگفته؟ این درسته یا نه؟ چی؟ دقیقا همین، از همین ناحیه استفاده میکنن دیگه، از همین ناحیه استفاده میکنن. به چه صورت؟ با تحریک سینوس کاروتی چی میشه؟ دقیقا با تحریک سینوس کاروتی اون نمیتونه متوجه بشه این فشار به خاطر خونه یا فشار بیرونی. میره از طریق زوجه 9 تحریک کنه، زوجه 9 میره از طریق زوجه 10 واسه چی میشه؟ برادیکاردی میشه و طرف چی میشه؟ فنت میکنه. بعضی از افراد که حساسیت بیش از حد سینوس کاروتی دارن، اصلا این مشکله. بعضی از افراد حساسیت بیش از حد سینوس کاروتی دارن، معمولا باید ضربه به ناحیه نظر. برای این افراد چیه؟ خطرناک است. شریان اینترنال کاروتید ادامه پیدا میکنه. هیچ شاخه‌ای تو گردن نداره. شریان اینترنال کاروتید هیچ شاخه‌ای تو گردن نداره. میره بالا، از سوراخ کاروتید وارد جمجمه میشه و اونجا خونرسانی جمجمه رو از طریق حلقه‌ای به نام حلقه ویریز بر عهده داره. منتها این تنها شریان‌های جمجمه و مغز نیستن. دو تا شریان دیگر هم میرم بهش مراجعه کنم. شریان‌های چی هستن؟ ورتبرال هستن. شریان‌های ورتبرال هستن که از سابکلاوی هم مبدأ میگیرن، میرن به سمت بالا. سابکلاوی هم مبدأ میگیرن، میرن به سمت بالا. کل ناحیه گردن و گردن و صورت توسط اکسترنال کاروتید خون رسانی میشه که یه 5 دقیقه استراحت کنید، نرید بیرون. 9-5 دقیقه بیاید تو ویدیو بعدی من خدمتتون میگم. تو ویدیو بعدی خدمتتون عرض می‌کنم.